نقاشی و کلن هنر یک راه ابراز احساسات و عقیده هست و پدر هم از همین زاویه به نقاشی نگاه میکنه و در حالی که راه های دیگه ابراز احساسات و عقیده و کسب درآمد به روی ایشون بسته شده، ایشون نقاشی رو انتخاب کردن و اگرچه به گفته خودشون هیچ وقت نقاش نبودن، ولی برای این مسیر رو انتخاب کردن. من نظر شخصی خودم رو در مورد نمایشگاه نقاشی پدر میتونم بگم و چیزی که من حس کردم در تمام این کارها دو ویژگی صداقت و شهامت هست. یعنی اگرچه که سوژه کارها همه حول کلمه عشق و مفهوم عشق هست، ولی شما ممکنه حرفه‌ای نقاشی با من یک نقاش حرفه‌ای رو ممکنه در تمام کارها نبینید، ولی صداقت رو درش می‌بینید. استقبالم بسیار خوب بوده، خدا رو شکر مردم بسیار استقبال کردن و فضا بسیار خوبی بوده. ما این نمایشگاه رو در شهرهای دیگه، در ایالت‌های دیگه و در کشورهای دیگه هم انشاءالله به زودی برگزار می‌کنیم. نمایشگاه بعدی در شهر پسندینا هست، شنبه 8 نوامبر شروع میشه، مدت تو 2 هفته در گالری آهو. شب برای فاصله ها فرق میکنند، نزدیک و دور خانه ما وقتی که از نگاه تو جاری صد هزار فرقی نمی کند که قافیه با فرق می کند. شما یقه اون کسی رو بگیرید که من رو نکشته. اینکه کسی نیومده من رو بکشه تقصیر من نیست. من با شهامت و صداقت هر چی که دارم به قول معروف گذاشتم کف دستم و دارم به حقوق ضایع شده مردم اعتراض میکنم. از این کار هم هدفم جبران گذشته هست و احقاق حقوق تضییع شده مردم و همین جواب این هست. اینکه شما افراد دیگه ای رو هم دارید، مثل خانم ستوده، آقای ملکی که اگرچه دستگیر شدن، مثل خانم نرگس محمدی که اگرچه دستگیر شدن، شکنجه شدن، تحت فشار بودن و شرایط زندگی براشون دشوار شده، ولی همچنان دارن به اعتراض ادامه میدن و کشتم نشدن، آقای پناهی هستن و بسیاری دوستان دیگه. برای همین ایشون تنها نمونه نیستن، منتها احساس میکنم ایشون بسیار فعالتر هستن و زبان سرختری دارن و بی پروا حرف میزنن و سخن میگن، یه مقداری متفاوت تر شده حرکتشون از بقیه. گذشت زمان تا خیلی چیزها رو ثابت کرده و از این بعد هم همین اتفاق خواهد افتاد. مطمئنن مسیر ایشون مسیر مشخص و روشنیه که من تمام مسیر مردم هست و تا زمانی هم که سخن مردم و درد مردم رو منتشر میکنن ما پشتیبانشون هستیم.